آقای آبی پوش، ببین من تا حالا از نزدیک باهات حرف نزده بودم، ولی یه چیز خواستم به دوستانه بگم. اینو از من بدون، این سوشال میدیا همون جوری که خوبه یه روی بدم داره، که یه روزی فردای آزادی ایران یه روزی بد برات تموم میشه سید. ولی با مردم بد نباش. این حکومت جمهوری اسلامی بالاخره یه روزی میره. مغولم بود، این حکومت های دیگه هم بودن، ولی سعی نکن کسیه چایی آقا کوروش، آقا کوروش لطف کن مایکت رو باز کن، برادر اوشاخلار مایکت رو باز کن جانم. عزیز این سید، این سید آقا خواهش میکنم هر بی احترامی میکنی به سیویلاش توهین نکنی، سید رو سیویلاش حساسه. نه پرونی دوباره داستان اون روز نشه بگی سیویلاتا چون موسی تیکه میندازه، موسی تیکه ننداز، موسی بدون تیکه صحبت کن داداش. شاهین جان سید حرف بد نزن، سید بلد میشه. یه دقیقه صحبت کنه بچه ها، یه دقیقه اجازه بدیم صحبت کنه. خب جواب من رو بده، یه دقیقه چی میتونم بگم شای، یه دقیقه از واتساپ به ام زنگ میزنی دمت کم. نه داداش نمیزنم آقا، رضا تو هم با ایدی آقا گفتم نمیزنم دیگه برادر من، اون شد رفت دیگه، خوششو نیاد. بذار یه سلام علیکم هم اینجا داریم، خرابش نکن، ولش کن، بگو بگو آبی پوش حرف بزن، سید آبی پوش صحبت کن. آقا سوال این خانم اسم شریف تو چی بود؟ من شیکات هستم. شیکا جام دایی معدس شیکات چی؟ جی کات نمیفهمه شیکات، این مدرسه نرفته، این مکتب خمینی رفته، یه پارازیت ننداز شاید، یه دقیقه بذار سوالش جواب بده. سید بی قرار نشو توهین کنی یا سید، درست نیست، ما داریم میگیم آقای شاید یه دقیقه اجازه بده ببن آقا، باشه به خاطر ژیکان جانم بگو، بفرمایید عزیز، همه رفتنی هن. ما یه زبان قرآنی داریم، میگه کن علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، میگه همه رفتنی هن و تنها کسی که میماند خداست. خب ببین دیر و زود داره، بعد خود خدا هم تو قرآن هم میگه، میگه انظروا الی اساطیر الاولین و الاخرین، میگه اون از شما گردن کلفتر قویتر بودن ولی الان ببینین هیچی نیستن. یعنی منظورم میخوام برگردم به حرف شما، گرفتی؟ خب میگی میرن جمهوری اسلامی، میرن پشت مردم باش، نمیدونم من این حرفا همه رفتنی هم. این یک. حالا امروز هر کی الان به دور خودشه، 44 ساله الان جمهوری اسلامی ایران انقلاب کردن، به درخواست مردم بوده، فلان بوده، به درخواست مردم نبوده، برو تاریخو نه جیکا بذار داره توبه میکنه اینجا بچه ها اصلا دارن توبه میکنه. لایو من آزاده، هر چی دوست داری تا آخر بگو، من با دشمنی ندارم. ولی سلام سلام، اینا تصویر من یا نگیر. ببین سید بذار یه چیزی بده، سید لاغر شدی آزاده، مردم دست میکنن تو چشت عکاسه در میارن. ببین اشکال نداره، من که ترس و واهمه ای از این داستان ها ندارم. اگه ترس و واهمه ای از این داستان ها داشتم خب اصلا راجع به این موضوع ها صحبت نمی کردم. خب یه سوال منو جواب بده، شما الان توی ایرانی یا خارج از ایرانی؟ شما الان توی ایرانی یا خارج از ایرانی؟ من خارجم، لندنم. خب دیگه برای چی؟ داخل ایران میتونی اینطوری صحبت کنی بین مردم؟ آره والا واقعا خیلی کنی. آره جدم رسول الله، ای جد رسول الله، آره سیدم، از عربی دیگه. آقا رضا اجازه بدید صحبت کنه بابا، شما از کجای ایرانی؟ من ربطی به احد من بچه شرقی اصالتاً کرد، از عراق ایرانه، از عراق، بچه عراق سید. حالا پارازیت ننداز دیگه، ببین فارسی صحبت کردن من عجب بود. خب دیگه سید منطقی باش، سید تو لایو عربی خودم دیدم اونجا داشت. آره عربی حرف همین الان من قرآن برات خوندم. لاف نزن سید، درست نیست، خوب نیست، توی سن و سال ایشت سید. پارازیت ننداز، من به عقبت کاری ندارم. خب بفرمایید، من بچه کاری ندارم، بفرمایید. شهره عبدالله و پایین شهر اصلا تو نقشه تهران حساب نمیشه. خب اصالتا یه کرد ملکشاهی ام، از هیچی هم ترس و واهمه ندارم الا خدا. حرفم هم میزنم راجب مسائل روز زندگی من، مثل شما همین که شما دارین راجب مسائل روز تو صحبت میکنین، با یه سری ها مخالفین، با یه سری ها موافقین، هر کسی آزاد تو فکر و اندیشهش. خب منم همینطور، منم آزادم تو فکر و اندیشم، از یه سری ها خوشم میاد دفاع ازشون میکنم، از سری ها بدم میاد راجبشون حرف میزنم، سعی میکنم من یه چیزی بهت بگم، نکنم فحاشی نکنم تا موقعی کسی به من بیادبی نکنه. اوکی سید من یه چیزی بهت بگم، دونه دلم. آیا
تو پسر 20 ساله داشته باشی، منم یه مثلا یه بچه 20 ساله داشته باشم، این بحث عاطفی، ببین اینو برای حق شهروندی، حق آزادی، حق زندگی کردن بیاد توی خیابون اعتراض کنه، آیا جواب او قبول ندارم؟ نه من آیا جواب او اعدامه؟ اجازه بده خدا خدای شما گفته اون بچه باید یواش یواش ریلکس ریلکس یواش 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 جواب میدم. ببین من اساسا با خشونت مخالفم، من کسی که با خشونت بزرگ شدم، ببین اساسا خودم دارم میگم با خشونت بزرگ شدم، با خشونت مخالفم چون نتیجه نمیده، همیشه نتیجه عکسی داده، جز ضرر و زیان و اینا فایده نداره. همیشه هم به دوستان گفتم، اکثر مثلا شاهین بوده بحثا، یه موقع اینقدر با عشق صحبت کردیم، یه موقع هم به هم پریدیم، ولی در نتیجه یه جایی با هم کنار اومدیم. این خوبه، من مخالف اعتراض نیستم، من میگم آقا دوستان، برادر من، عزیز من، هممون من اطلاع دارن دغدغه ایران بهتر بودن رو داریم، هیچ کی دوست نداره. شما دوست دارید کشور تجزیه بشه؟ دوست داری؟ نه اصلا، به حاله رحمت به شیر پدر و مادرت. دوست داری مثلا بیایم بزنیم شب تا صبح جنگ داخلی بشه؟ نه. دوست داریم یه حکومتی باشه، یه جایی باشه، امنیتی داشته باشیم. ببین رأی اختلافا، من اون چند روز پیش یه کلیپی دیدم خیلی خوشم اومد، خدا شاهده، تو خود تهران هم تو یه دونه از مراسم نمیدونم اهدای جوایز بود، یارو در من یه کارگردان خیلی مشهوری هم هست، اوردن به جایزه بدن، قبل از که به جایزه بدن دست کرد تو جیبش یه کربات داره بود. بله و اون کارگردان میشناسم. بله کرباتره در بود، واقعیت های امر رو میگفت. اون اصلا کلا پشت پرده با سپاه جمهوری اسلامی. ولی که حالا با پرده، من اینا رو اطلاع ندارم، شما اطلاع دارید، یه بحث جداگونه است. بله ولی میگم خب ببین، یه فشارهای غلطی از اول تو سیستم به مردم اومد، یه جایی خوب اومدن، یه جایی خیلی تند رفتن. تو هر حکومتی خوب و بد داره، اشکالات داره. ببین من الان تو داخل انگلیسم، خب انگلیس یک کشور فوق امنیتیه، همه قبول دارین یا نه؟ اینو فوق امنیتیه. آره داستان بچهای افغان رو میخواد بگه اصلا. آره ببین الان، ببین یعنی اگه بخوان اینجوری پیداش میکنن، الان یه افغانی نمیدونم فلان شده اومده اسید ریخته رو سک صورت چند نفر، الان دنبالش که هنوز پیداش نمیکنن. تو هر کشوری امنیت هست، سه اگه پیداش کنی سه جایزه براش. حالا من چرا راجع به این صحبت، ببین من یه بچه شیعم، افتخارم هم میکنم به شیعه بودنم، به مسلمان بودنم. من نمیتونم مثل تو آزاد به اون شکلی که تو داری تو فکرت، نمیتونم، عقایدمه، تو یه چارچوبی دارم حرکت میکنم. یه چیزی بذار بگم، من کاری به مسلمان و غیر مسلمان و اینا ندارم. من الله. اصلا تو لاغامم اصلا ببین آقا یه چیزی بگم، برگردم به اعتراضه. گوش کن، دین اسلام، سلام سلام، گوش کن، دین اسلام یا حالا اسلام یا حالا هر چیزی، اینو قبول کن، آخوند اون رو نیومده تو این 45 سال به مردم بگه. آخوند یه چیزی دیگه ای از اسلام به مردم گفته، کما اینکه من مادر خودم نماز میخونه، من مادر خودم روزه میگیره، هزار تا کار دیگه میگه. خب ولی اون چیزی که اینا به مردم گفتن و با ببخشید دین و سیاست قاطی کنید، چون همه ما مسلمان زاده ایم، همه ما پدر مادرم مسلمان، هر کی میگه نه گو میخوره. اوکی همه ما پدر مادرم مسلمان، حتی این چیز هم نمیگیم، یکی یارو اعتقاد نداره، اجازه بدید. حالا سید الان سلام قبول کن آقای سلام، دستاورد جمهوری اسلامی و آخوند و خامنه ای برای مردم هیچ نب هیچ بوده. آقا من یه چیزی میتونم بگم از سید میخوام بپرسم، یه لحظه، جمهوری اسلامی مردم رو دین زده کرد به جایی که به دین نزدیکشون کنه. من مخالف فرده شدم، من مخالف فرده سید آیپوز، یه سوال ازت دارم جون، فقط تون نرو جان مادرت. نه من به فوش نمیدم، من اصلا فوش نه نه ببین همه همون درس فحاشی رو خوب برد میخوام، نه داداش میخوام یه سوال کنم، چرا تو اگه ایرانی هستی میگی من ایرانی هم افتخار میکنم ایرانی هستم، چرا افغانی میاری بالا به کل ایرانی ها توهین کنم؟
آخه چرا یه حرف میزنی؟ من لایو تو دیدم سید، من رضا منو میشناسی. من لایوامو سیو دارم. ببین من یک ببین سید دروغ نگو یا مرد باشی. آقا ثابت کنید، ثابت کنید. کوروش، کوروش من به کس سید من همون رضای اصلا پلیتیکر سید انجام آقا جان، آقا جان ببین من الان پروفایل من نگاه بکن، کلیک بکن روش. سید دروغ نگو یا مرد باش، راست بگو. من تو لایو دیدم منو میشناسی، من همون رضا هستم. الان دارم سیف میکنم، نگاه کن آقا، من همون رضا هستم. من دیدم این کلیپی که تو میگی، منم دیدم. من رضا، رضا راست. سید جون دلم، آقا سید من این سوالو تو پرسیدم، ببخشید. من جون دلم ادا بپرس. شما بچه، شما بچه شیعه ای، من بچه شیعه هم دینم خیلی قبول دارم، اما من اون چیزی که میدونم شیعه اعتقادش چیه، شیعه حکومت اسلامی نداره، یا آخوند حق حکومت اسلامی نداره. این آخونده از کجا آوردن حکومت اسلامی؟ من این مباحثو زیاد کردم، من این مباحثو زیاد کردم سید جان. خب بعد هیچ چیزی ندارن، یه مقبوله به ابن حنزله است که بهش تاکید میکنن که هیچ سندیت کن نداره، بعد اونم که ترجمهش میکنی برای فارسی هم چیزی نداره. بعدش اگر برگردی شما به روایات، اصلا ما چه چیزی نداریم. شاید شما بحث فقهی نیست، علاقه فقهی از من بیشتر باشه. معنی من دارم به عنوان یه انسان معمولی دارم صحبت میکنم. منم ببین سید جان قربونت برم، ببین بحث ما چیه، حرف ما چیه. ما نمیگیم دین بد، آقا ما میگیم دین خوب، ما میگیم آخونده خوب، ما میگیم این قاجون سیاستی که کسی ازش، سیاست که دروغه، درسته یا نه؟ دینی که ادعا میکنن دین، دین یعنی پاکی. خب این دین رو با سیاست قاطی کردن نتیجهش میشه همین دین، دین زدگی دیگه. همین نتیجهش میشه این چهار تا آخوند در ما حکومت کردن، دو روز زنا کردن. که شما هم به من گفت لابلای صحبت اومد گفت الان همه دین زده شد. من با این هم مخالفم، من میگم دین زده نشدم، من میگم تازه بیسرم شدم. من الان الان ببین الان نگاه کن پسر خوب، الان ما 44 سال از جمهوری اسلامی ایران میگذره. الان من خودم، من نزدیک 30 سال پیش وقتی اومدم اروپا، خودمون می‌خواستیم مثلا بشینیم مثلا دعای کمیلی بخونیم، دعای توسلی بخونیم، می‌رفتیم تو خونه‌های همدیگه مثلا می‌شستیم، مثلا سه شنبه ها شب جمعه یه دعای می‌کردیم، بعدن یواش یواش نشستیم تو فکر می‌گفتیم آقا بشینیم برای محرم و روز تاسوعا یه راهپیمایی راه بندازیم. خدا شاهده با 50 نفر 30 نفر 40 نفر شدیم. سید جان شما اجازه بده، قربونت برم، شما دارین کجا رو میگی؟ شما دارین اروپا رو حرف میزنین. بله اروپا چیزی از حکومت اسلام داخل ایران نیده. باش من الان به داخل ایران هم بهت میگم، بیرونش هم میگم. خب داخل داخلی هم فرق داره با خارجی. الان الان بهت میگم، الان ببین شما میگی ما راجع به مردم داریم صحبت، راجع به دین داریم. اساس دین یه هرمه دیگه، درسته؟ یه هرم دیگه، زیرش سیاه‌پوست هست، سفیدپوست هست، ایرانی هست، عرب هست، همه زیر این خیمه دینن دیگه. همه رو ساربون این خیمه اگر بخواد خراب کنه، عمود عمود خیمه رو خراب بکنه رو مردم نو کردم سید جان. ببین مملکت ما میدونی دست کیه؟ مملکت ما میدونی دست کیه؟ دست آنوسیای یهودی رانده شده از قوم یهود که با اختیار خودشون از قوم یهود اومدن بیرون و توی ایران دارن رهبری میکنن. بس مشکل شما چیه؟ شما که ببین اکثر اینایی که ببین تو نگاه کن، نگاه کن یه چیزی بزن بگم، جای گرم نشستی اسرائیل رو بر میدن، جای گرم نشستی ایران حرف میزنی اگه یهودی هست. گوش کن لایو منی دیگه، لایو منی گوش کن. لامید جای گرم نشستی، اینترنت مفت داری، هوای آزاد داری، خبر از گرونی نداری، از هیچی نداری، امنیت بالا به قول خودت تو انگلیس داری، نشستی برای مردم داری فتوا میدی. الان شما ببینی فرق من، شما من قبل معذرت میخوام خانم شیکات، معذرت میخوام، ببخشید ببخشید، دخالت هم نمیخوام. شما آزادی تو لایو هر چی دوست داری صحبت بکنی. قبل از که من وارد لایوتون بشم، خدا وکیلی ما بینی ما بین الله، صحبت های شما پایین تنه نبود،
من چیزی گفتم ای بیاتون گرفتم سید تو خوراک تیم پایین آوردن اصلا با اینترنت نبوده ببین یه چیزی تفکر تو مریضه سید تفکر تو مریضه ببین تو فکرت کثیفه بعد من به شما چیزی نگفتم سید مگه تو مسلمون نیستی شاهین جان سید مگه مسلمون نیستی سید نه اینجا یه لحظه ازت خواهش میکنم من چه حرف پایین تنی زدم بابا اصلا اجازه نداره به حریم شخصی کسی آقا من گفتم دخالت بده آقا به تو ربطی نداره اصلا هر کی حرف آقا جان من میگم وارد بحث چشمشو نمیتونه کنترل کنه آقا تو چشت منحرفه سید اصلا بحث نداره اولا بحث پایین تنی نکردیم یک دوم هم ببین والا کردید ببین تو خودتون یردار بابا ببین میگم من اسم خودم میذاری بچه پایین شهر منم والا بچه پایین شهرم اینطوری نیستم بابا مصطفی اجازه بده من جواب بدم دیگه ما توی لایومون داشتیم حرف میزدیم دیگه ساواش هم هست صادق هست عدنان هست شاهین اومد الان شاهین الان مثلا یه الان یه دردی شاهین بعدن اومد داره ما قبلش داشتیم حرف میزدیم ما اصلا حرف پایین تنه زدیم ما ساواش اومد بالا همه بچه ها قسم نم پایین تنه و بالا ببین الان داری به شخصه یه الان داری به بچه هایی که بالا توهین میکنی ببین سیه بالا تنه بود عزیز دلوان من تو رو به اون مشروبی که میخوری تو رو به اون پیکی که میزنی دروغ شون برای شما نمیکشم هر جو دوست دارین هر جو دوست دارین میان صحبت میکنین شما هم این آزادی نه. رو سید جان ببین قربان ما اجوری که بخوایم صحبت میکنیم ولی به سید جان ببین میکنیم به سر خوب حالا اسم خودت هم میذاری بچه پایین شهر پرچم بچه پایین شهر هم کردی تو وایت تیکس پسر خوب من خودم هم بچه شابدلزی منم بچه شهره هم ببین من بچه آبانم بچه آذر یک کوچه پرستو برو اونجا میخواد پلاک خونه من بدم به آفرین نداره نه نگفتم برای یعنی چی بگم اینجا نه بچه محل منی بچه محل منی وقتی هم یه جایی هم ببین بچه محل منی وایسا بوش کن تو انگلیس زندگی میکنی هر اصلا کلن آدم اینجوری ندیدی؟ ندیده بابا الان عجب دعات باشید من اینجا برای ما چی میکنی؟ شما این میخوایی اینو نشون بدی من که راجع به این صحبت کردم من اصلا حرف پایین تنه نزدم برادر من میگم قبل قبل چرا میگی؟ نه خانم جیکا میخوای شروع بکنین لطفا من شروع نمیکنم خانم جیکا میخوای بکنین من برم پایین شلوار لی شما بگید شلوار لی از دیدگاه سید آیپوش یعنی پایین تنه خب ببین نظرش اینه ما نمیتونیم بهش بگیم آقا نظر این حرفو نظرشه ببین من الان با الفاظ خودشون بگم اینا رو صحبت کنم تا باور بکنی سید من دارم حرفتو تایید برات میکنم دیگه میگن سید چیزی که من میگم آقا منظور من شما هر جوری داری صحبت میکنی چرا من نمیام دخالت بکنم آقا تو چرا فلانی چرا اینجا رو کردی شما میراد هم آزادی هر چی تو سری صحبت بکنی منم سید آروم باش سید دارم تو هر شکلی که دوست دارم تو اولاد پیغمبر میپسندم من فکر میکنم درسته راه رو سید داداش مگه تو هر نفر تو لایو اید حداقل شعور داشته باشید یه دونه لایک بزنید یه لایک بزن یه لایک بزنین داشیا داشیا لایک بزنید نه به خاطر اینکه افتاد میاد سید پیش کی لایک نمیکنه داشیا یه لایک بزنین داشیا شکایت ناراحت نشه لایک بزنین عزیز دلم این هم گل برات فرستادن دمت گرم ببین بچه‌ها ببین اگر من ببین آقا سید اگه من نوعی که میگم ادعای دین میکنم اگر منم بخوام دینمو بیارم وسط بکشم به رخ بکشم به رخ پسرم کی پشت این کارا کنم بایدش کنم نمیشه کی پشت رو سید به کسی پشت نداد تو جسته جان آره وقتی ما تو فقشی از شما میگین ادعا وقتی شما مدافع این حکومت هستین ادعا میکنین که اصلا این حکومت خوبی هم داشته این حکومت نشون بده داداشی دورت بگردم اصلا بگیم جمهوری اسلامی ایران بد خب متفق آقا بیام بگیم جمهوری اسلامی بد جنایتگار دیکتاتور هر چی دوست داری بذار لله لله خب یکی رو به من نشون بدین چه لحاظ فقهی از شما که میدونن دنبال فقه میگردی چه لحاظ دوستانی که مسائل سیاسی روز رو به شکل خودشون دارن بیان به من نشون بدین یکی کاریزمای اینو داره که دولتداری بکنه این 85 میلیون جمعیت رو اداره بکنه
خائن نباشه، دستبرد به مال مردم نشه، دستش به خون مردم. چرا اصلا باید فکر کنیم؟ ببینید زمان گشتاپو، زمان هیتلر، بذارید تاریخ بهتون رو مرور کنم. من میگم جمهوری اسلامی، شما می نمیگید. یه لحظه اجازه بدین، ببینید دوستان اگه برگردید سیگار میخوام بکشن. اگر یادتون باشه، اگر مثلا تاریخ رو بخونید 1938 زمان هیتلر گشتاپو میگرشن تو آلمان و میگفتن ما دشمن داریم، دشمن فرضی داریم، قرار رو تفکیک کنه، قرار فلان کنه. مردم رو به این چالش میداختن که مردم فکر کنن که اینها حامیشون هستن. الان چرا شماها با این فکر، با این طرز فکرتون، با این طرز گفتارتون فکر میکنید که مثلا اگر اینها نباشن قرار همه خورده بشن، قرار ایران تفکیک بشه؟ چی گفته؟ من میگم خب ببین وقتی سوالم، یعنی شما فکر میکنید سوالم رو شما فکر میکنید منو برمیگردید اینجوری؟ من به تو میگم آقا بیا با هم متفقیم. آقا به قول شما جمهوری اسلامی بعد دیکتاتور، به من یه حکومت نشون بده که این 85 میلیون نفر آدم رو سکانداری بکنه. یه زنی که الان رئیس جمهور سنگاپوره. سید آبی پوش، تو یه ملت، تو اصلا یه سران قدرت دیگه از جای دیگه دیدی که زمین خاری، ساحل خاری، کوه خاری، بیابان خاری، دیگه اینا چیزی هست که دیگه نخورن؟ هوا خاری. شما بودی میخوردی، شما هم بودی میخوردی. حالا چون اون کربات نداره، عمامه داره، براش حرومه. والا شما هم بودی، من هم بودم میخوردم. کرسی خود رو بزنم تو مزدوری میتونید برین ازش بس بگیرید. خیلی مغزت کوچیکه. نه میگم میتونید برین ازش بس بگیرید. من دارم میگم ساپورتت میکنه، راست خودشو میکنه. خب یه دقیقه بذار من جواب بدم. سید میگه آقا الان در حال حاضر یکی رو بیارید که بهتر از این خامنه‌ای باشه، این چلاغه. خب بهتر از این باشه. نه توهین نکش اینجا. نه آقا دیدگاه منه، دیدگاه منه. آره ولی توهین نکن. نمیتونی بگی من تو فوشش ندادم که. منظورم اینه که یه دستش مورد داره. خب حالا به کسی بر نخور. خب شما ناراحت نشو. ببین آقا حق داره. تفکر اینه. تفکر من که نمیتونم تفکر کسی رو عوض کنم. خب اینا خصلتشون یکی رو دوست دارن، میگن آقا ما اینو دوست داریم. من نمیتونم بهش بگم آقا چرا دوست داری، ولی آیا آبی پوش ناکن، تو زمانی که میبینی این همه بچه تحصیل کرده، این همه دختر تحصیل کرده، مملکت اینقدر آدم خوب داره، یه کلمه هست به نام رفراندوم، اینا میذارن خوبه خودش میاد بیرون. میگن مگه سران سه قوه جمع میشن کیو انتخاب میکنن؟ کیو انتخاب کردن؟ یه حزبی تاش مثلا یه کابینه میخوام تشکیل بدم، کابینه رو خودت تشکیل میدی، تاییدیه رو خودت میزنی، صلاح دید رو خودت میبینی، بعد همونا میان رهبر رو انتخاب میکنن، تو رو انتخاب میکنن. نمیشه که آقا، باید از یه جهت بی‌طرفی باشه. مثلا میخوام بگم خمینی خوب بود، اوکی خمینی خوب بود، رفت، تموم شد دیگه. الان خامنه‌ای هست، اوکی مردم بیا توی یه دونه دبه. آقا ما نخواستیم صندوق رأی، نخواستیم توی دبه. آقا ملت فقط بیاین تو خیابون، اونایی که موافقشن بیان تو خیابون. ببین چند نفر مخالفشن بگو بیان تو خیابون. الان چند روز دیگه آقا سید، آقا سید چند روز دیگه 22 بهمن داریم، ایشالا میدونیم. آقا سید جون مادرت نزنی نفر، گوش کن. ارتشی رو به زور میارن تو خیابون، نظامی رو به زور میارن. این حرفا چیه؟ ملت آزاد دموکراتیک داریم. ملت آزاد، این حرفا دیگه داستانه دیگه. من خودم ارتشی بودم، بچه ارتشی هم بودم. یه چیزی بگو. آدم نمیره بشینه توی کشور فوق امنیتی، بشینه کسشر بگه. همین. یعنی الان من کسشر گفتم؟ تو اصلا امنیتت مرسی، ممنون. یه حرف درست حسابی نمیزنی سهه. یه حرف منطقی نمیزنی که اون آدم خب
باشه در اصل یه نفر عاقل باشه شاکتا شاکتا حالا که ما کس شعر میگیم اجازه در نکنه ممنونم ولی برو سید بهت یه توصیه میکنم برو مرد فنداقی تو درست کن اجازه مرخصی یه در اطلاعات عمومی کسب کن بعد بیایی باشه اجازه مرخصی میدین بفرم در پناه خدا باشی شایی جا دوستان وایسا وایسا حرف گوش کن وایسا نه آقا من کسش بگرم میگم آقا کسش شعر داری میگی ولی حرف گوش کن طالبی کسش شعر بشنریم بشینیم کسش شعر بگیم نه این که تو کسش شعر میگی ما میدونیم ولی بشنو حرف درست حسابی رو بشنو من که پشت ندم ویکی ویکی بگو ویکی شما که کلن تسلط به زبان عربی داری آقا من میگم بچه جنوب ایرانم شاید عربی من خب فرق میکنه شما لطف کن با سید عربی صحبت کن ببین سید عربی رو ایرانی یعنی نکن اگه توی ایران باشه ببین نواقص صحبت کردنش مشخصه متوجه هستی نوع صحبتش معلومه با سید صحبت کن یه دقیقه عربی با سید صحبت یه چیزی بهت بگم سید بفرما صحبت کن تفضل احكي عربي تفضل تعرف تحكي عربي؟ ايوه انا بخدمتك يلا تفضل انت منين؟ انا ايراني كردي اصلي كردي من طائفه وعشيره ملكشاهيه تعرف وين؟ من وين؟ تعرف ملكشاهيه وايلام انا مو كردي انا مو كردي ما اعرف العشائر الاكراد بس تعرف ايلام وين؟ تعرف ايلام وين؟ كرماشاهيه تعرف ايلام اكيد اعرف ايلام السلام عليكم وعليكم السلام انت من ايلام سيد من ايلام شمال ايران حبيبي انتظر بحكي شمال ايران مين حسب شمال ايران انتظر شوي بحكي بيكي بيكي يه دقيقة بيكي بيكي يه آقا هم که جفت تو اينم عراقيه با دوتاشون صحبت کن من کار دارم صحبت کن اي تفضل چند كمل حبيبي قلت لك اني بإصالة اني كردي انت كردي فيلي بقولتكم يصير كردي فيلي بقولتكم احنا اكراد ما احنا الشيعة تابعين للمذهب التشيع يقولون لنا كردي فيلي علشان اذني المنطقة الحدودية ما بين ايران وعراق يمتد من ايلام ومهران واركواز يوصل للبدرة وجسام ومندلي انتوا اصلكم ايرانيين لو اصلكم عرب ايرانيين بابا ايرانيين 8 سنوات حاربنا على الحدود دفاعا عن ايران خب آقا ايشون عربيش خوبه ايشون كرد فعليه عربي کار کردن اینا به قول خودمون از منطقه همون سمت عراق میشه درسته بچهای حالا دور از جون جنگ زده بهش میگن جنگ زده نیستن داداش نه اصطلاحش میگن اصطلاح ببین ما توی جنوب کسایی که از یه شهری به شهر دیگه میرن بهش میگن جنگ زده به خاطر وضعیت جنگ نه ما از اون اول تو اون کولی فرق بودیم از اول ولی سید کولی فرق میکنه کلمه کولی آبا یه چیز دیگه نیاد اون کولی یه چیز دیگه نه من میفهمم چی میگی خب پس شما در کل از عراق اومدی درسته؟ ای داده بیدا شما نشنیدی چی گفتم من میگم داداش ما از اول توی تهران بودیم اجدادمونم ایلامیه خب از طایفه بزرگ ملکشاهی سردمداران شایی صادق چرا ما که تو باز نمی کنی آقای صادق ملکشاهی تو باز کن صادق من کردستان رو نمیشناسم چرا بگون کرد ملکشاهی اینجوری میاد تیشه بریچه ایرانی بزنه ولی یه دقیقه سر کن شما اون موقع که ما دفاع میکردیم کردهای منطقه ما مرزداری میکردن شما میایی میگید یه دقیقه صبر کن آقای سید یه دقیقه صبر کن اولا موقعی که شما دفاع میکردین اون موقع بله اون موقع حالا به خاطر دین بود به خاطر یه دقیقه اجازه بده من نمیرم اینجا دعوا کنم که نه بریم صحبت بود. اون موقعی که شما دفاع میکردید 8 سال دفاع بود شما جنگ شرکت کردید دفاع کردید از ناموس این وطن روی تخم چشمام الان در حال حاضر از چی داری دفاع میکنی؟ الان رو به من بگو من به عنوان یه بچه شیعه مسلمون اول از دینم دوم از تمامیت ارضی وطنم دفاع میکنم الان دینی که شما از دینت داری دفاع میکنی شما داری با حرف خودتون اعتراف میکنید که حکومت کشور ما اسلامیه درسته؟
به لطف خدا اسلامیه. ببین خود حضرت آقا باش یه دقیقه صبر کن یکی با هم جلو بریم. حکومت اسلامی راجب روز دوستان وقتتون بخیر. یه لحظه اجازه بدین. یه دقیقه صبر کن. نه نه اجازه بدین آقای سید آبی پوش، شما برای کجا ملک شاهی؟ من خود ملک شاهی ام. خود تایپ کام کوچه یه کام گوت من کام خیابانه پس صور بک کرا کرا من صور بک کرا لهجه ملک شاهی نیست. صبر صبر بکن کره تا لحجه ملک شاهی نیه با لحجه کوره است. لحجه کوره است؟ نه لحجه کوره است تو بیشم. نه لحجه ملک شاهی چجوریه؟ چجوریه؟ تو از وقت تو خواهد ملک شاهی نیه. آقا شهر ملک شاه، شهر ملک شاه ده کیلومتری ملک شاه چه شهره؟ تو یا دوروار کرمانشاه و اسد آقا جنابالی یوشیم و منال ملک شام جنابالی یوشیم و منال ملک شام در دقیقه ملک شاه کام شهره؟ چه؟ سومار حال کوره ملک شام سومار نرسیده و ایلام کرم من داره جنگ کرده من خب من یه عشیره ملک شایم بفیم گلان حال کوره سومار ایلام اسم هفت تا شهرشو بگو غیر از اون ایلام و ملک شاهی و سومان. چی اومدی تست چی از من بگیری مثلا که چی می‌خوای ساز آقا سید شما وقتی بچه اونجایی الان ایشون بچه اونجاست شما ها نمیشنوین انگار بفهمید. من به شما گفتم من از ایل بزرگ اصالتاً کرد ملک شاهی ام بچه تهران شهر ری شما وقتی من میگی من اصالتاً بعد شما اصالتت مال اونجا نیست فقط دروغ نگو اجازه بدید سوشال مدیا اینش خوبه ها ببین آکن چه خای گاز پیکنیکی برات آوردم چالشت کرده جواب بده مثلا الان خایام فتیل پیچ کرده و نه بالا سر سمت چپ پایین اون زیر همه خوردن همه‌شون هم برای بچه‌ها خوردن آره شما با عربی با من صحبت کنید صبر کنید یه لحظه وایسید آقا بذارید اونم صحبت کنه بذارید بهادر صحبت کنه عمو صادق هم اومده بالا عمو صادق یکی از کسایی که سید رو دوست داره بچه ها لطفا بذارید ایشون هم صحبت عمو صادق بفرمایید خب سید جانم آقای احمد پرمخبر احمد جان مراد کور ایلامی و ما بیش وزوان کردی گردن قصه بکن ایلامی خب وزمان کردی ورده دیشم وطمت من منال ایلام نیم عشیرم ایلامیه یا خب عشیرت ایلامیه درسته؟ من منال تهرانم شهر ری شابدالعزیب دولت آباد ملال دولت آباد و شهر ری خب من خواهد داداشیم اینا این رفیقاش بچه های ایلام بودن خب نه من خواهم دالاگم ایلامیه پشکی واقعی نه رفیقاش نه خودش اصلا کردم نیست خدا بیلگران خب جنابالی خب اولا کرد عراقید خب یکوفی همسی ها قشه من شنو من قواله کنه کرماشان منم قواله کنه ایران منم همینی که میگی لکوف فهمسی ما هیچ وقت نمیگیم فهمسی لکوف فهمسی بیره دیریم ملکشای دیریم لک دیریم شوان ملکشای نیه اسم ملکشای نار اسم یه عشیره خرو نکه تو پیه گوره گید خب بوش آقا ما عراقی دمه بیر تو یه تیمی مخراب بکی و این دمزه قید شرط پرت تهران من نیشتی تایید برای این کس شهره لرمالش تو جاسی مالک سایی نه مالک تو نه مالک سایی نه چه درم اومدی سفید و بیر تو کرد ایلام نی کنی من جابه جا کنی من کرد ایلام عریب من دارم ایلام باید دمت بشوری اسم ایلام نه اسم مردم عشیره ایلام خدا نه خدا نه خدا بچو بوش خواستم یه دمتقه بکرم و خاطر پیل و خاطر دینار دیده سر دالگ خود گری دیده حریف سر چند؟ اسم کرد نار اسم کرد خدا نه تو اسم کرد نیار تو اسم ایلام نه زانم کردی ولی کرد ایلام نی تو کرد دوروار کرمانشاه یا اسدآباد یا جیه من خود کرمانشاه
خب بس نام ایلام نیار، نام ایلام نیار، تو کرمانشاهی ملال محل بهادرم. عمو صادق آقا درود بر همگی، درود بر همگی آقای داشت. درود بر همگی خانم ژیکات، مرسی که بالا آوردی فداد عزیز. آقا سلام، عذر میخوام نمیارم آقا، لطفا ساکت بشید، من خودم ملک شاهیم. سید آن جواب اومد تسکید، من خودم ملک شاهیم. سوشال مدیاست آقای. آره آره، عذر میخوام، عذر میخوام، عذر، من خودم عذر میخوام من خودم جواب میدم، من خودم جواب میدم. بعدش میوت کنم. کرمانشاهی، اولا کرمانشاهی خودتو به ایلامی نچسبون. خب آفرین. خب من خودم ملک شاهیم. رامی صبر بیار، رامی صبر بیار. یعنی تو کرمانشاهی دژمینه که تو کرد نی، تو کرد نی کاکا، اصلا راز اسم لک خراب کرد، راز میکرد ماشا خراب جواب میدم. ای که ایلام، من تک تکش خانواده ها رو من تک تک بهت میگم. خب دهلران، آبدنان، زرین آباد، مهران، کجا رو دیگه میخوای؟ ارکواز. خب دیگه کجا میدونی این سید آبی پوش کیه؟ ها پسر دایم اون منه نمیشناسه، این از بزرگای خاندان دین دو امرم. تنش خیلی گواه تو کرمانش، تو اجازه بدین گواه حاضر به هم صادق خجالتم، دمنو دمخوام. اولا من جواب اون دوستمونو بدم، خوش شما اومدی بالا دنبال تفرقه ایلام و کرمانشاه و کردستان، همه یکی هن، این از این کار به اون نداریم. کرد رحمت شیره هر جای باشه. ولی آقای سید عزیز، جنابالی که ادعا دارید کردی، درسته؟ شکر خدا، خدا رو شکر. کرد کورید؟ یه دوی جاره جواب دام مطمئن کرد ملک شایم، خب ایلام طایفه ملک شای. آیا ساکن و گورابیه دولت آباد شهرره شابدازیم تهرانم؟ عربان کاغذ خوانیدن، عربان کاغذ خوانیدن. همو صادق اجازه بیم سوار ولی بکم، دریم صحبت که میم بازرسی هم مکرن کرل خواست چه تا حجم. نه سید آقا، مو از خواهی کم ولی سید آقا، دریم سیدانه صحبت که من ای که کردی تاج سر من عزیزی. جنابالی و ایلام زندگی کردیده اصلا؟ ایلام دوره زنه کردیم، نه کارخانه داشتیم، نه مغازه داشتیم، نه چاشته داشتیم. ولکن بیم راست حسینی دیشت مرا دم تقه کردم. ایمه گشتمان یه تهران یه شهر ری دولت آباد گوراو بیم. نه خب آقای سید عزیز، من فارسی میگم. آقای سید عزیز، من بچه های ملکشاهی رفیقا من اینجام هستن. خب اگه اجازه بدی من 5 دقیقه دیگه میارمش اینجا. خب و اگه پرسیدم ازش حتما میارمش. و از دو سه ساعت دیگه هم هست بیار هرچی بیار تو توی انگلیس با امنیت نشستی ببینم چند مرده علاجی. اجازه بدید آقای سید، ببین من دوستام هستن، بچه های ملکشاهی هستن، و چون شما ادعا کردی که کردی و منم کردم و نمیخوام، چون روی کردم با شما یکی نیست، نمیخوام حالا شما طرفدار جمهوری خواهید، من مخالفشم. اجازه صحبت کنیم. کردیم خب من چون نمیخوام عملکرد شما منو زیر سوال ببره، من رفتم راجب شما ازشون پرسیدم. شما خب آیا در عراق زندگی میکردید یا نه؟ اصلا در عراق زندگی نکردید؟ یعنی ورود شما همزمان با شما اخراجیای زمان صدام به ایران هستید یا نیست؟ بذار من یه چیزی بهت بگم، من به یه شکل آقا هستید یا نیستید؟ آقا بذار من یه چیزی، مگه تو کرد نیستی؟ چرا ما کردم؟ خب رحمت شیرف دالاغ تو باگرد، توی که کرد هستی الان ساکن کجایی؟ من الان هم آرمان. رحمت شیر دالا بوده بیشی من بگیم، حالا نصفش به کردی با حرف میزن، نصفش به فارسی. نه فارسی بگو، همه به فارسی.
ملکشاهیم این ملکشاهی نیست و کردم نیست یاد گرفته حمید یه بار خودشو میچسبونه میگه من بچه شابتلزیمم یه بار میگه من بچه شهرهیم یه بار کرده ها بچه کجایی تو آقا دوستان لطفاً همین حرف نزنید هر میخوای مثلا ثابت بکنی من کردم یا کرد نیستم همین که من خودم میدونم کردم آقا کرد آقا دیگه سکیم و یکو دوستان شما عادت دارید مال مردم بالا اینو به اجازه بده قبول بده بهار دو داره با صحبت میکنه الان شما هم صحبت کنید آره میام میپرسم یه بار دو ولی بخوای زیاده روی بکنی من اینو اجازه رو نمیدم اوکی دوستان عزیز خواهش میکنیم اگه کسیم میخواد صحبت کنه صحبت کنه اونم با احترام خب اگرم نه که دیگه تو حرف هم دیگه نپریم خب حالا یه آقام اومده بالا چه موافق چه مخالف بذاریم داریم صحبت میخواید من مخالف هستین با دیدگاه عقیدتی دینی مذهبی یا سیاسی من مخالفین میخواین مثلا خطره بزنین تو اصالت من تو ایرانی بودن آقای کار درستی نیست آقای سید آبی پوش اگه تو چی اگه تو عرضی نداشته باشی خیلی راحت میگی من اینجاییم 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 دیگه سفسده نداره آقای یه چیزی من بگم دید آقای چشم دشمنانم من یه چیزی به شما ثابت میکنم خب حالا اونجا دیگه شما میتونی زیرش بزنی میتونی اگه وجدان داری قبول کنی خب هرچند کسایی که دارن تو این اوضاع از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن به واسطه حالا جیره میگیرن یا هر چیزی اونا پا رو وجدانشون گذاشتن ولی من تو رو شب موقع خواب به وجدان خودت واگذار میکنم الهی آمین هممون منم همینطور منم شما رو به وجدانت واگذار میکنم سید عزیز نگاه کن شما هم کارت ملیت عراقی داری هم کارت ملیت ایرانی داری من اینو بهت ثابت میکنم میارم بالا کسی که شو خانوادت رو میشناسه به خدا میارمش حالا فالو کردی فالو تم پس میدم تو لایو خودت میارمش که بشینه اون برو طرف بزنه الهی آمین باش آقای بهادر عزیز اگه ثابت شد خواهش میکنم خواهش میکنم نرو بگو من کردم اسم کرد رو بد نکن نه نه کرد اول درف... من منتظر میمونم دوستان ببخشید اجازه نیست من یه چیز بگم یه چیز چرچ نیرم سید آبی سید آبی پوش سرم بخرم آخوا سید یک کلمه سید یک کلمه میگم من میرم پایین خب سر من بانیه یه هیچ کلمه سید من کردم کرد بیناموس و وطن فروش ندیدم اسم کردها رو نیار آخرین بارت باشه برو بچست به همون خامنه ای نگو من کردم اسم کردای ایلام و کرمانشاه و سنندج و ما بقیه رو خراب نکن بگو من مشخص نیست دمت بواست اسم کردها رو نیار دوی بخواد دمت بواست توهین نکن آقای استاد توهین نکن توهین همه بلدی آره داره پشت میده من میگم کرد بیناموس ندیدم مگه تو خودت بیناموسی پس خب پس هست دیگه پس خودت گرفت دیگه دیگه ببین این بده چی شد خودت میگی پس میگی آقا من از اون بیناموس ها این بده آقا کرده همه بیان بالا ببینم کدوم کردش بیناموسی میکنه تو خب تو هستی دیگه چرا به خودت میگیری تو آخه من مردم رو نفروختم جماعت مردمشو نمیپوشه کرده قدرت داره شرف داره که تو نداری تو یه لحظه تو شرف داری جاش دقیقه یه دقیقه سید اجازه بیا آقا پنج تا دیگه کرد بالاست رامین عمو صادق حمید بادر خب این آقا میگه کرد بیناموس ندیدم تو چرا بهت بر میخوره
دقیقاً یه حرف نمیزنه برمی‌داره. بعد ایجاز که باید بگیم سید تویو جون یه بار دیگه بیا. سید سید تو را و شرف سید برگشت پاسپورت رو گرفتی آقا این دقیقه دوستان این دقیقه اجازه میدیم هم صحبت کنیم سید جون برو رامین جواب بده نوکه دام صادق عزیز سید پاش آقا میزانم خدا وکیل ایدشون چه دانیال تنی مال چه گردی دانیال تنی رامی خوی رامی عزیز سید پاش کردی میگن جاش جاشن تو بسلا زبون ما کردی یعنی خر خب به شما ما بگیم جاش کر یعنی بچه خب دیگه اسم کردار رو نیار این جا دیگه نگی من کردم برو به همون خامنه چلاغت برس برو گوسفند دیگه کردی کار قسمه که هی خوشک حیز تو نبی کردی نیده پیدی آخه نه که به هر شوی نکی ده بینم چه رو ده کم داره من کردم آخه چه ها کرد دیو اون ده بیغیرت بی چه ها کرد دیو اون ده بیشرف بی گنم نه من هم حق دالگت تو های کرد سمه حالا همتون نیه سید ایمه شوی مبان فخوره اون نیه نیسیت دستیده نه خودت داری میگه از اون کردای فعلی کرد فعلی اون کردایی بودن که نه جمهوری اسلامی قبولشون داشت نه عراق قبولشون داست. حرف نزن دیگه نگو من ایلامی هم کرد فعلی پرچم آبا سگ ایلامی شرف داره به تو کرد کرد آقا شناسنامه تو بیار ببینم جای اسم پدر چی نوشته شناسنامه تو بیار جای اسم پدر چی نوشته بابا چه خواهی شروخ کردی او بنده خدا را چی دیگه او بنده شخصیت سره اونده فقط من دارم میگم فعلی بالاست من به عنوان یک کرد میرم پایین هیچ مادر خطایی هم نمیتونه منکر کرد ببین سید من میرم پایین زیر گلت نشارم این ندیدم کرد بیناموس خائن ندیدم الان تو هستی یا نیستی همین آره پس بیناموسی خدا نگرده شرف مثل تو ندیدم خب خائنی دیگه بچست ولی سید خوب آنیم زیر گونت خورید زیر گونت خورید آقا سید بابا به خدا بندازش پایین اصلا این ارزش نداره ناگونانه کوتانه زیفا بخت بشه مثلا همه رو ببن چیرم گل کلت ما در گفت تو باید کلان جلو سرت یه دونه چارپایه بیارم چیرم گل من دستت بگیری ما در چونی چیرم گل به داخل خار کشتم نه نه تو رو گلانت کاییدم کشکش دایی جون تو مارکا فوش نده تو مارکا چیره بار ما داده تو اگه ببین تو اگه آقا ببخشید سیبیل داری، شارب داری، محاسن داری، من ریدم تو محاسن تو لاتی اگه تو گوش که تو وسط بگم مرغ همسایت تا شاگرد کلاس دارت از سرباز دم درت تا پوتین پاول لشکر رو هر بشودت رو گاییدم تو لاشی کردا توی
ببین مادرت به هوای بستنی برن کیر سید آرپیش رو بزنن. لاشی کردایی تو اصلا حوالی نیستی مادر قبه برو کونی تو عداد تنگا رو در میاری. من با گنده ترتون نشستم. ببین فتوای هر کسی زیر کامنتشه من تو رو کار دارم لاشی. هر کجا ببینم اینه دیوار میشاشم به این دیوار میشاشم. ببین تو کیلو هم میشونی. من عداشی در نمیارم. من خود لاتم تیرم تو شاره به ببین آقا هر وقت نوبتی باشد بگی نگاه تو یه امتیاز میدم در خونه تو وایسی جد بابا نیارید بالا. مادیرا تو رو کیان عزیزم کسی رو نیارید بالا. من نمیخوام الان فوش باشه. اون میدیا دست بده تیرم تو ایکله دارم. چه عشقی میکنن یه تنه خواهر شما رو گاییدم. وکی و جان بسی پاواگرد کید وارد او بناموسه که دجمین دا لاتید خواست پر بکه ارامه. خب خب کسی بالا نیاری کات لطفا مدیراتورا کسی بالا نیاری. من نمیدونم مدیراتورم برای چی بعضی ها رو میارم بالا. من نمیخوام الان اصلا لایف اصلا به فوش و فوش و کاری بسته دیگه. آقای مدیراتوری که دارم لطفاً مسخره بازی در نیارید. لطفاً منم با اجازهتون مرخص میشم یه چند دقیقه سید بوست سید منم لایو میدم یه نیم ساعت دیگه بیاد تو لایو من سید یه چند دقیقه بوست صاحب برادر من نگاه کن اینجا الان کسی که فحاشی کرد رفته پایین. من به عنوان یه کرد میخوام 5 دقیقه باهات حرف بزنم. صحبت کردیم آموزا. نه اجازه بیار. من فقط حرفم اینه سید قربان شکلت برم. آیا شما فقر، گرانی، وحشا، تنفروشی، بیکاری، خودکشی، اعتیاد اینا رو کار به ایران ندارم چون تو کردی دارم تو مناطق کردنشین میگم که شاید به غیرتت بر بخوره. خب دیدی یا نه؟ میبینی یا نه؟ هست یا نیست؟ یه کلمه میشه منکر شد تو هر اجتماعی. خب اجازه بده. دمت گرم. خب حالا آیا برای تو مردم مهمن یا اسلحه دولت که بگی دولت هر دوتاش مهمن؟ کدامش بیشتر؟ هر دوتاش مهمه لازم و ملزومن. کدام بیشتر؟ هر دوتاش مهمن. نه یکی بیشتره دیگه برادر. تو باید اسلحه داشته باشه. حالا وقتی جنگ رو نباشه حکمت میزنن دلات میکنن اوکی. وقتی که جنگجو اسلحه داره ولی یخچالش خالیه نمیتونه غذا بخوره میتونه خشاب بخوره؟ والا میتونه یخچال خالیه اینا رو شماها دارین میگی. مردم اونجا الان تو ایران امن تو بهتر که تو اروپا داریم زندگی میکنیم بهتر زندگی میکنن. ما شما میری ایرانو برمیگردی؟ من آخرین باری که رفتم 2016-17 بود. خب پس الان خبر نداری. من یک سال از این اون منم کس کار دارم اونجا. اگه کس و کار تو اگه مثل خود طرز فکرشون باشه 100% یخچالشون پره. نه ولی کسایی که مخالف رژیم نه. نه اینجوری نیست. الان ببین الان همه دستشون تو جیب هم دیگه همه هم راضی هن همه هم میلیاردی دارن از وضعشون از من تو هم بهتره. هر کدوم 3-4 تا خونه دارن. خب هر کدومشون تو بانک کلی پول دارن نشستن فقط استوری میذارن. خب برای بانگی میگیرن نمیدونم فلان میگن. قصه خودتو بخور آموزا. آقا باشه خودتو بخور تو قربت نشستی. ما داریم این حرف میزنیم ملت ایران نهشته باش. داریم این حرف میزنیم کسایی که داخل لایف دارن میشنون اونها باید نظر بدن. خب نظرشون محترمه برای خودشون در حیطه ادب باشه محترمه. شما که چشتو روی خون جوانها که بیشترش منطقه کرد میبندی
همین یه هفته پیش 4 جوان و کرد و بردن اعدام کردن به خاطر مخالفت با اون کسی که شما داری برای خواستن خیانت نکنه. آقا خیانت اعدامشون کردن درسته؟ آقا خیانت اعدامه. خیانت کردن اعدام شدن درست؟ جنازه هاشون رو نمیدن به چرا جنازه ها رو نمیدن؟ مگه جونشون رو نگرفتن؟ خودشون میرن تحقیق چیز میکنن حالا میدن بهشون نمیدن. چرا جنازه ها رو نمیدن؟ من که رهبر نیستم که من بس روش کن. من که آقای سید رابی پیش بده به اجازه بده بده به اجازه بده بهادر میدونی چرا جنازه ها رو نمیدن؟ میدونی چرا جنازه ها رو نمیدن؟ چون کلیه‌هاشون رو قرنیه چشمشون رو کبدشون رو کلیه‌هاشون رو همه اینا رو برمی‌دارن میفروشن. بدن به اونایی که شهید شدن نه؟ اونایی که خانواده هایی که شهید شدن. آقا زمان زمان کرونا که بود، زمان کرونا همش مشخص بود سید، فیلماش اومد بیرون. چرا چی رو کتمان میکنی؟ ببین ما آخرش به روز میریم سید. سید نگاه کن، هر جنبندی که روزی میمیره خب تو را شرفت اگه داری خب هیچ چیزی به پول نمیشه برای شماها خب، ولی وجدان قشنگتره. پا رو شرف و وجدانت نذار شما خب؟ شما پا رو شرف نذاشتیم. ما نذاشتیم. من اگه پا میذاشتم ویلان نمیدادم. من اگه نگاه کن آبی پوش ببین سید آبی پوش یه جایی دامن سید آبی پوش همین سوشال میدیا سرتو به باد دارین. ببین حالا هی ماله به چش پاتونو تو دامن دشمن ایران نذارین. یه چیزی باید بگم نگاه کسته عزیز، به قول خودت خوب حرفی زدی، گفتی تو برو به قربت خودت فکر، کارت به مردم ایران نباشه. من اگه شرفامو میفروختم خب الان قربت نشون نمیشدم، و چون شرفامو نفروختم اینجا دارم میگم مرگ بر چلا، اینجا دارم میگم مرگ بر چلا. همگی خوبن؟ یه دقیقه اجازه بیا مایکت بو از تیدبان سلام علیک بکن بعدن خب. آقا ما میگی، من اینجا میگم مرگ بر اونی که داره به مردم من ظلم میکنه، مرگ بر اونی که ظلم میکنه. ولی تو داری طرفداری میکنی از سید، تو داری طرفداری میکنی. ظلم تعریف لحاظ شما با لحاظ من فرق میکنه خب. میگی لوله برام مهمتر از صفحه مردم سیاه میکنشون پرده سیاه به من بایه کنه لب جمهوری اسلامی ایران بعد سیاه مطلق. من میگم نه آقا سیاه مطلق نه. نگاه کو کجا رفت بهادر؟ من انداختمش پایین، من دیگه واقعا مغزم نمیکشه. یه چیزی خب اجازه بده من یه دقیقه حرف بزنم، آقا امیدم نشو صحبت کنه، ببخشین از بچه ها. ببین ما امثال این آقا خب تو اینم بهش نمی کنم، امثال این آقا تا تقی به توقی میخوره، میگن ما شهید دادیم. شهید و مردم ایران دادن با کجا؟ با فینیقیه که جنگ نکردن، با عراق جنگ کردن. این آقا رحمت پدر مادرت من میارمش، این آقا ثابت میکنم که این داداش شناسنامه عراقی داره، هم شناسنامه ایرانی. خب اینو من ثابت میکنم تو لایو خودشم که هم شناسنامه اینا رانده شده های زمان عراقند. من تحقیق کردم راجبش، چون میگه کردن داره آب و آبرو کردا بازی میکنه. خب این دو تا شناسنامه داره. حالا شهیدای ما این پوفیوزا میان میگن ما شهید دادیم، شهیدای ما با جنگ عراق بوده، هممون دیدیم پرچم عراق دور میدان آزادی زدن، هممون دیدیم و میبینیم و شنیدیم که کل مردم عراق شده کشور برادر و همسایه، همشون تو ایران پلاسن. ویلاهای شمالو به ارزانترین قیمتشون، پول ما ارزشی نداره به لطف آخونده و این آقایونی که طرفداری میکنن، ویلاهای شمالو همه خریدن انداختن. چرا؟ چون سران ما اکثرا عراقی هن. خب برای اینا میان حال میکنن، همه جور دارن به این عراقی ها میرسن، بعد تا چیزی میشه میگن ما شهید دادیم. من حرفم با خانواده شهداست. چرا